سرخط مهمترین رویدادها. پایان نشست مشورتی مسکو در مورد افغانستان. شرکت کنندگان نشست مسکو در قطعنامه ای از امارت اسلامی خواست تا در راستای مبارزه با هراس افغانی گام های عملی بردارد. کابل اما بار دیگر اطمینان می دهد. هم مواد مخدر در افغانستان زیاد شده و هم گروه های تروریستی که ترکیبش به 21 گروه می رسد. دیدار سرپرست وزارت خارجه با سفیر چین در کابل. سفیر چین در دیدار با امیرخان متقی بر ادامه پشتیبانی چین از حکومت کنونی افغانستان تاکید کرده است. ننګ او ملاتړ ته دوام ورکوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته د اهمیت په نظر ګوري. نگرانی های جهانی از وضعیت بشری در افغانستان در فصل سرما. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته که 79% مردم افغانستان به وسایل گرمایشی دسترسی ندارند. لجاجت سیاسی قدرت های منطقه جهانی و حاکمیت افغانستان است که تنها مردم او قربانی شده. و این که محکوم شدن 3 معترض ضد دولتی ایران به اعدام. قوه قضاییه ایران 3 تن دیگر را در پیوند به تظاهرات ضد دولتی پسین در این کشور به اعدام محکوم کرده است. سلام و وقتتان بخیر. به مجموع خبری این ساعت از تلویزیون یک با من موسی محمدی خوش آمدید. شرکت کنندگان نشست مشورتی مسکو در قطعنامه پایانی نشست بر افغانستان باثبات، صلح‌آمیز، مستقل و پیشرفته تأکید کردند. در این قطعنامه همچنان از امارت اسلامی خواسته شد تا در راستای مبارزه با هراس افغانی و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر اقدام عملی کند. وزارت امور خارجه اما از روند منطقه‌ای درباره افغانستان استقبال کرده و بار دیگر اطمینان داده که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. اسدالله حکیمی در این مورد گزارش می‌دهد. پایان نشست مشورتی مسکو با محور افغانستان، نشستی که روز گذشته با تصویب یک قطعنامه مشترک بر افغانستان باثبات، صلح‌آمیز و مستقل تأکید شده است. نمایندگان 10 کشور منطقه و جهان در این نشست از حکومت سرپرست خواسته تا برای ریشه‌کن کردن هراس افغانی و قاچاق مواد مخدر گام‌های عملی بردارد. بر تعهد برای ایجاد افغانستان به عنوان یک کشور صلح‌آمیز، یک پارچه آزاد و بدور از تهدیدات هراس افغانی و قاچاق مواد مخدر تاکید شد. دیدگاه ما این هست که هم مواد مخدر در افغانستان زیاد شده و هم گروه های تروریستی که ترکیبش به 21 گروه میرسه و عملیات گروه های تروریستی در کابل، در ننگرهار، در مناطق جنوب، شرق، شمال و غرب و این وضاحت را میده که یقینا هنوز گروه های تروریستی در افغانستان فعالیت های تروریستی را انجام میدن. این قطعنامه که از سوی وزارت خارجه روسیه همگانی شده بر رعایت حقوق اساسی شهروندان افغانستان در آن تاکید شده و آمده که یک دولت فراگیر با حضور گروه های قومی و سیاسی باید در این کشور ایجاد شود. شرکت کنندگان این نشست همچنان بر ادامه کمک های بشری در افغانستان تاکید کرده و پیشنهاد کرده تا یک گروه گفتگو کننده زیر نظارت سازمان ملل برای تعامل با امارت اسلامی ایجاد شود. خواهان توسعه رویکردهای مشترک برای تعامل با طالبان، از جمله تشکیل یک گروه گفتگو کننده جهانی درباره افغانستان زیر نظارت سازمان ملل متحد پشتیبانی شود. دیدگاه ما این است که امارت اسلامی افغانستان باید یک کمیسونی را ایجاد بکنه که در روشنی منافع ملی افغانستان با جهان صحبت بکنه. ما پالیسی و استراتژی ملل متحد را سابق هم در افغانستان تجربه کردیم. قضیه و معضل افغانستان را فقط تنها افغانها میتونه رقم بزنه و حل بسازه. هرچند این نشست در غیاب نماینده امارت اسلامی برگزار شد، اما وزارت خارجه از روندهای مثبت برای افغانستان استقبال کرده است.
این وزارت بار دیگر اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه جهان نیست. افغان حکومت یو ځل بیا له ګاونډیو سیمو او نړۍ له هیوادونو سره د مثبت اړیکو، اقتصادي پرمختګ او ډاډمن امنیت په ګډون په ټولو برخو کې لا پرمختګونه او سمون تخپل ژمنه په ډاګه کوي. نمایندگان ویژه روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این قطعنامه خواستار آزادسازی دارایی‌های افغانستان شده و گفته که ناتو باید مسئولیت بازسازی افغانستان را بر عهده گیرد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از امارت اسلامی خواست تا دلیل‌های بازداشت به عنوان معترض را اعلام کند. یونما در توییت نگاشته که به دنبال دسترسی به بازداشت شدگان و روشن شدن محل نگهداری آنان است. همزمان با این نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان از آغاز دوباره کار شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر خبر داده و گفته که او دوباره به کار خود برای نظارت و مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه می دهد. سهیلا یوسفی گزارش می دهد. خواست ها بر همگانی شدن دلیل های بازداشت بانوان معترض در افغانستان. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از امارت اسلامی خواسته تا به حقوق ظریفه یعقوبی و سایر فعالان حقوق زن به گونه کامل احترام گذاشته و دلیل بازداشت آنها را اعلام کند. یونما در توییت تاکید دارد که به دنبال دسترسی به بازداشت شدگان و روشن شدن محل نگهداری آنهاست. به حقوق ظریفه یعقوبی و سایر فعالان باید احترام و دلیل‌های تداوم بازداشت آنها باید علنی شود. یونما به دنبال دسترسی به بازداشت شدگان و روشن شدن محل نگهداری آنها است. برای همه بازداشت شدگان باید اجازه داده شود تا با خانواده و مشاور حقوقی خود تماس بگیرند. در 10 روز پسین دست کم 4 فعال حقوق زن بازداشت و یا هم ناپدید شدند. ظریفه یعقوبی با همکارانش از غرب کابل بازداشت شد و فرهاد پوپلزی، حمیرا یوسف و پروین سادات نیز ناپدید هستند. امارت اسلامی اما تا کنون درباره سرنوشت این بانوان چیزی نگفته است. ما تقاضا داریم هر چی زودتر به اعتراض مردم افغانستان، اعتراض زنان افغانستان، اعتراض یوناما، حقوق بشر و ملل متحد، حکومت سرپرست طالبا جواب مثبت بدن و تا ما بتانیم که دخترایی که زندانی هستن دسترسی پیدا بکنن و معلومات از اونا را باید با جهان شریک بسازن. همزمان با این توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان از آغاز دوباره کار شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر خبر داده و میگوید که او دوباره به کار خود برای نظارت و مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه میدهد. جامعه جهانی، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و یونما در حد نگوهش و توییت نه، بلکه فشارهای بیشتر دیپلماتیک بر سران حکومت طالبان وارد کنند تا آنها فعالان حقوق زن را که بازداشت کردند آزاد سازند و با حقوق اساسی زنان احترام بگذارند. در شرایطی که نقض قانون حقوق بشری در افغانستان خیلی هست، بیشتر هست، بله، تقرر آقای اکبری نوید خوش برای نسل نو، خصوصا برای زنها و دختر خانم ها هست. این در حال است که گفته می شود امارت اسلامی به تاریخ 12 عقرب سال روان ظریفه یعقوبی و سایر فعالان حقوق زن و چند تن دیگر از جمله خبرنگاران را در جریان یک نشست خبری در دشت برچی کابل بازداشت کردند. محمد حسن آخوند رئیس وزیران امارت اسلامی با نماینده ویژه سازمان همکاری های اسلامی دیدار کرده است. ملا حسن آخوند از نماینده ویژه سازمان همکاری های اسلامی خواست تا در محو کردن ناامنی و ایرانی و فساد با حکومت کنونی همکاری کند. از سوی هم سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله هم در دیدار با نماینده سازمان همکاری های اسلامی گفته که صلح در افغانستان برای منطقه و جهان سودمند است. نوید صمدی به این گزارش پرداخته است. در ادامه دیدار نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی با مقام های امارت اسلامی در کابل، روز گذشته محمد حسن آخوند رئیس وزیران امارت اسلامی
با علی بخیت نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی و برخی از چهره‌های دیگر این سازمان در کابل دیدار کرد. در این دیدار رئیس وزیران از علی بخیت خواست تا در محو کردن ناامنی، ویرانی و فساد با حکومت کنونی همکاری کند. امارت اسلامی توانسته که در کشور جنگ، ناامنی، کشتار، ویرانی و فساد را از بین ببرد و اگر جهان و سازمان همکاری های اسلامی کمک کند در این عرصه پیشرفت های به میان خواهد آمد. خوبتر است که اینها با وضعیت افغانستان درست بندشن و این کشورهای اسلامی که بسیاریشان توان و ثروت همکاری خوب را و مردم ما دارا می باشد باید قدم بردارن. محمد حسن آخوند همچنان گفته که داعش در افغانستان شکست خورده و اجازه اخلال امنیت منطقه از خاک افغانستان به هیچ کس دادن نخواهد شد. نگرانی اصلی روی این موضوع است که اختلافات شدید بین خود طالبان کشورهای کنفرانس اسلامی و کشورهای همسایه را نگران ساخته. همین اختلافات بین خود طالبان بوده که طالبان نتونستند در 16 ماه با مردم افغانستان و جامعه جهانی تعامل مثبت داشته باشند و یک حکومت واقعی شکل بگیره. از سوی هم سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله گفته که ارتباط افغانستان با جهان برای امنیت این کشور و صلح افغانستان برای کشورهای منطقه و جهان سودمند است. طارق علی البخیت د دغه سازمان د بشری چارو د عمومي منشي لمرستيال او مل پلاوي سره وکتل. په دې کتنه کې د کورنۍ چارو وزیر د اسلامي نړۍ په پرمختګ کې د اسلامي همکاریو د سازمان رول مهم وباله. سراج الدین حقانی همچنان به نماینده سازمان همکاری اسلامی اطمینان داده که امنیت نهاد مددرسان این سازمان را در افغانستان تأمین خواهد کرد. سفیر چین در کابل در دیدارش با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه بر ادامه پشتیبانی کشورش از حکومت کنونی در افغانستان تاکید کرده است. بر بنیاد گفته های وزارت امور خارجه در این دیدار وانگ یو همچنان در رابطه با ارائه کمک های زمستانی کشورش در هماهنگی با نهادهای مربوطه سخن گفته است. آقای متقی هم با امیدواری از بیشتر شدن روابط میان چین و امارت اسلامی از اقدامهای پسین این کشور به ویژه معافیت 0% بر کالاهای صادراتی کشور قدردانی کرده است. بشیر احمد شیرزاد با جزئیات بیشتر. تأکید بر ادامه پشتیبانی چین از دولت امارت اسلامی. وزارت امور خارجه از دیدار سرپرست این وزارت با سفیر چین در کابل خبر می‌دهد. وزارت امور خارجه می‌گوید سفیر چین در کابل در دیدارش با امیرخان متقی بر ادامه پشتیبانی چین از حکومت سرپرست در افغانستان تاکید کرده است. شاغلی وانگ یو د خبرو په پیل کې وویل چې هیواد د نوی افغان حکومت ننګ او ملاتړ ته دوام ورکوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته د اهمیت په نظر ګوري. به گفته یه سخنگوی این وزارت، وانگ یو همچنان گفته که با فرارسیدن فصل سرما، کشورش کمک‌های لازم از جمله کالاهای زمستانی را در تفاهم با نهادهای مربوطه به نیازمندان در افغانستان ارائه خواهد کرد. همدار از چین سفیر د ژمی پر رسیدو سره د خپل هیواد لخوا د ژمنیو توکو د مرستو یادونه هم وکړه چې له اړوندو ادارو سره په تفاهم به د یوه ګډ میکانیزم په ترڅ کې لالمن و افغانان و سر لازمی مرستی تر سر کلی. در این میان برخ آگاهان همکاری ها و پشتیبانی کشور چین از امارت اسلامی را به گونه دیگر تعبیر کردند. امروز همچنان که چین علاقمندی به افغانستان داره، این علاقمندیش برای معادن افغانستان و برای اقتصاد افغانستان و به یک ذخیره هست که در اونجا بتونه سرمایه گذاری بکنه و منفعت بیشتر اقتصادی را به دست بیاره. پس معلوم میگردد که چین صرفا منافع اقتصادی خود داره و برای نابه تفاوت است که در افغانستان چه نوع نظامی می باشه. در پایان این دیدار، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه بر مستحکمتر شدن روابط میان چین و امارت اسلامی تاکید کرده و از اقدامهای پسین این کشور در برابر افغانستان به ویژه معافیت 0% بر کالاهای صادراتی کشور قدردانی کرده است.
صندوق جمعیت سازمان ملل با نگرانی از فرارسیدن فصل سرما میگوید 79% از مردم افغانستان با وسایل گرمایشی دسترسی ندارند. این نهاد در یافته‌های تازه خود گفته که بیش از 3 میلیون تن در افغانستان آواره شده که بیشترشان در پناهگاه‌های موقت به سر می‌برند. امارت اسلامی اما پیش از این بر کاهش بهای مواد سوختی در کشور تأکید کرده است. صفی ناصری گزارش می‌دهد. نگرانی از وخیم شدن وضعیت شهروندان افغانستان در فصل سرما. صندوق جمعیت سازمان ملل در تازه ترین یافته هایش گفته که در حال حاضر 3.4 میلیون تن در افغانستان آواره شدند که بیشتر آنان در پناهگاه های موقت بسر می برند. در تازه ترین یافته های این نهاد آمده که 79% از شهروندان افغانستان مواد سوختی برای فصل سرما ندارند. برای کمک به خانواده ها برای زنده ماندن در ماه های آینده، صندوق جمعیت ملل متحد با شریکان خود برای توزیع بسته های زمستانی با اولویت دادن به آسیب پذیرترین افراد مانند بانوان سرپرست خانواده ها همکاری می کند. زمستان امسال نتیجه یک لجاجت سیاسی قدرت های منطقه جهانی و حاکمیت افغانستان است که تنها مردم او قربانی شده. صندوق جمعیت سازمان ملل همچنان می افزاید. در ولسوالی اسپیره ولایت خوست بسته های کمکی برای 9000 تن که در زمین لرزه پسین متضرر شده توزیع کرده است. در کنار سایر مشکلات اقتصادی، نبود سرپناه های مناسب برای زندگی از چالش است که می تانه زمستان را برای مردم فقیر افغانستان چند برابر سخت‌تر بسازد. نیاز است که نیازهای کمک رسان بر علاوه رسیدگی و سایر ابعاد اقتصادی، مشکل نبود سرپناه معیاری نیز مد نظر بگیرند و بر این مهم توجه جدی داشته باشند. این نهاد میگوید در هفته های آینده با پشتیبانی کشورهای دنمارک، ایتالیا، کره جنوبی، ایالات متحده و استرالیا 12000 بسته کمکی را برای 60000 تن توزیع خواهند کرد. و در جهان یک روز پس از اصابت موشک به خاک لهستان، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که تردید ندارد که اوکراین در انفجار موشکی روز سه‌شنبه در خاک لهستان مقصر نیست. همچنان کره شمالی با شلیک موشک بالستیک به پیام متحدان گروه 20 پاسخ داد. پیونگیانگ در واکنش به تاکید رهبران ژاپن، کره جنوبی و آمریکا مبنی بر تقویت اتحاد نظامی میان این سه کشور اقدام با شلیک یک موشک تازه بالستیک کرده است. و قوه قضاییه ایران اعلام کرده که محاکم این کشور 3 نفر دیگر را به اتهام دست داشتن در خشونت‌های مرتبط به اعتراضات و مرگ مهسا امینی به اعدام محکوم کرده است. بیشتر در این بسته تصویری. یک روز پس از اصابت موشک به خاک لهستان، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته است تردید ندارد که اوکراین در انفجار موشکی روز سه‌شنبه در خاک لهستان مقصر نیست. آقای زلنسکی گفته است فرماندهان ارشد ارتش اوکراین به او اطمینان دادند که عامل این انفجار موشک اوکراین نبوده است. رئیس جمهور اوکراین از مقام‌های لهستان خواسته تا اجازه دسترسی کارشناسان اوکراینی به محل انفجار و مشارکت در تحقیقات را بدهند. اظهارات آقای زلنسکی در حال مطرح شده که ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو گفته است که به احتمال زیاد موشک‌های شبکه دفاع ضد هوایی اوکراین مقصر بودند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز در مورد اظهارات ولادیمیر زلنسکی که موشکی که به خاک لهستان اصابت کرده منشأ اوکراینی نداشته به خبرنگاران گفته که شواهد چنین نشان نمی‌دهد. روز سه‌شنبه روسیه به بزرگترین حمله موشکی در داخل اوکراین از زمان حمله به این کشور مبادرت کرد و با نزدیک به 100 موشک تأسیسات غیر نظامی این کشور را هدف قرار داد. سامانه‌های پدافند ضد موشکی اوکراین با منظور مقابله با این موج فعال شدند و به گفته مقام‌های اوکراینی بیش از 2/3 موشک‌ها را قبل از اصابت به هدف منهدم کردند. خبر انفجار موشک در داخل خاک لهستان که یک کشور عضو ناتو است و این احتمال که این موشک را روسیه شلیک کرده باشد باعث نگرانی از تشدید خطرناک جنگ شد. کره شمالی با شلیک موشک بالستیک به پیام متحدان گروه 20 پاسخ داد. پیونگیانگ در واکنش به تاکید رهبران ژاپن، کره جنوبی و آمریکا مبنی بر تقویت اتحاد نظامی میان این سه کشور اقدام به شلیک یک موشک تازه بالستیک کرده است.
درخواست همکاری نظامی بیشتر از سوی متحدان در نشست سران گروه 20 کره شمالی را بران داشت تا علاوه بر انجام یک آزمایش تهدیدآمیز موشکی، تمرین‌های نظامی اخیر میان سه کشور یاد شده را محکوم و اقدام احمقانه توصیف کند. ستاد کل ارتش کره جنوبی در اطلاعیه اعلام کرده که این موشک مسیر 240 کیلومتری را با حفظ ارتفاع حداکثر 47 کیلومتر از سطح زمین طی کرده است. توکیو نیز شلیک یک موشک بالستیک تازه از سوی کره شمالی را تایید کرده است. دفتر نخست وزیری ژاپن با انتشار اطلاعیه پرتاب مکرر این موشک‌های بالستیک را تهدید برای صلح و امنیت برای این کشور و نیز برای منطقه و جهان دانسته و آن را محکوم کرده است. ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن طی ماه‌های پسین در تلاش برای مقابله با تهدیدهای کره شمالی تمرین‌های نظامی مشترک خود را گسترش دادند. پیونگیانگ این رزمایش‌های نظامی را تهدیدآمیز و تمرین برای تهاجم کشورهای یاد شده به خاک خود و یا تلاش برای سرنگون کردن حکومت در این کشور می‌داند. و قوه قضاییه ایران اعلام کرده که محاکم این کشور 3 تن دیگر را به اتهام دست داشتن در خشونت‌های مرتبط با اعتراض‌ها به مرگ مهسا امینی به اعدام محکوم کرده است. با این حساب شمار احکام اعدام مرتبط به این تظاهرات به 5 مورد رسید. وبسایت قوه قضاییه ایران با استناد به این احکام گزارش داده که یکی از این افراد با موتر خود بر مامورین پلیس حمله کرده بود که منجر به کشته شدن یک پلیس و زخمی شدن چند تن دیگر شده بود. نفر دومی به گفته مقام‌های ایرانی با چاقو به یک منصوب امنیتی حمله کرده بود. این وبسایت نگاشته که نفر سیومی با حضور در محل اختشاشات و بر اساس مستندات موجود در فیلم‌های بررسی شده از کمره‌های محل اختشاش، اقدام به بستن خیابان، جلوگیری از تردد وسایل نقلیه و ایجاد رعب و وحشت و همچنین آسیب زدن به اموال عمومی نموده بود. تظاهرات ضد دولتی در ایران از اواخر ماه سپتامبر پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد شروع شد و تاکنون ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر ایران گفته که تاکنون بیش از 300 تن در این اعتراض‌ها کشته شدند. شماری از نیروهای امنیتی ایران نیز در این جریان کشته شدند. بیش از 2000 تن به شمول 1000 نفر در تهران به خاطر دست داشتن در تظاهراتی که حکومت ایران آن را اختشاشات نامیده است متهم شدند. وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار. پایان خبرها. وقت بخیر. خدا نگهدار.